رسانه اینترنتی مووی باز با افتخار تقدیم میکند. دارم تجربهش میکنم. دیگه میتونم چجور چیزیه. چی میشه تو هم یکم به خاطر من خوشحال باشی؟ عزیزم، تو ساده ای و آدم ها رو هنوزم خوب نمیشناسی. مخصوصا مردا رو. تو مثل پرنده اینجا بال بال میزنی، ولی خدا میدونه اون اونجا چه نقشایی تو سرش داره. تو وقتی دلت نشکنه نمیفهمی من چی دارم بهت میگم. دادا، کم مونده باور کنم دشمن مردایی. میدونی فردا بازم میبینمش. اینطوری که نمیشه هر روز همدیگر رو ببینین. از قدیم گفتن دختر باید یکم سرسنگین باشه. تو هم یکم رعایت کن. ببین کیه، چی کاره است، هدفش چیه. نمیتونم دیگه به نصیحتات گوش بدم. از این به بعد فقط به یه چیز گوش میدم، اونم صدای قلبمه. نگاه کن، زیاده روی که نکردم ها. تو همه کارات زیاده روی میکنی. تو آرایشت کم زیاده روی کنی چی میشه؟ وای من چجوری حرفات باور میکنم، چجوری گولتو میخورم. میدونی امروز برای اولین بار از کیف پولم استفاده میکنم. مشکل شدی خورشید خانم؟ امروز کجا میخواییم بریم؟ هنوز تصمیم نگرفتیم کجا بریم. به نظر من گنش خانم فرمون هر جا که بخواد بچرخونه، مقصد همون جاست. راست میگی؟ داداش چی میخوای بگی؟ جدی میگی؟ یه نگاه به جلوی در بنداز. سورپرایزش کردی؟ داداش خیلی خوشگله، باورم نمیشه. یعنی از این به بعد میتونم هر چه دلم خواست برم بدون راننده؟ و یه چیز دیگه، گواهینامه سوئیست اینجا اعتبار داره، اما راههای اینجا هیچ شباهتی به اونجا نداره. گم میشی اون موقع باید داداش. گم نمیشم، اگه گمم بشم بعدش رو همو پیدا میکنم. هم دادم اول تور اتمایی فلان سهمز، بگن کندم چیکسم نه اولور. منم رو دادیم پر رو شد. تو چی میگی مامان صالحه؟ چی بگم پسرم؟ تلفنت همیشه روشن باشه. خیلی ممنون داداش. دادا فاطمه اوله، قول میدم قبل از این که هوا تاریک بشه خونه باشم و تلفنم هم روشن میذارم. و تو جواب نده. به خدا اون موقع دیگه به برادرت نمیگم و خودم برات بلیط هواپیما میگیرم. باشه. کسی دختر کوچولوشو تهدید میکنه؟ لوس نشو، به حرفام گوش کن. ببین داداشت لطف بزرگی در حقت کرده، برات ماشین خرید، راننده رو گذاشت کنار. به هیچ وجه کاری نمیکنی که ناراحت بشه. باش، مواظب خودت باش. وای خدا، وای خدا. یونس، این چه کاریه؟ انگار از روستا خبر بدی بهش دادن. وای، تلفنم قطع نمیکنه بفهمیم چی شده. ش، منو ببین، تو برو بالا، من بفهمم اینجا چه خبره، چی شده، زود میام. باشه. مامان لازم نیست تو عجله کنی، من بالام. باشه. خیلی خوب، باشه. باشه یونس. حالا من به زلال چی بگم هان؟ چی شده؟ باشه باشه، سوار اولین اتوبوس میشیم و میای. بابا رضا چی شده؟ بابات تصادف کرده، فوراً باید بریم اونجا. بابات بای بای کن کوچیلو. قربونت برم. زود باش بودو برو تو ببینم.
چی شد؟ چیزی نشده، همین جوری میخندم. تو هم میخندی آخه. من به این میخندم دیوونه. نه خندیگی، مثل بچه میمونی. پیش تو آدم فکر میکنه بچه هست. دیگه لازم نیست به فکر خودم باشم. خیالم راحته که همیشه پینار به فکرمه. حالا شد، موفق باشی. ممنون. کلثوم خانم. مامان جون، پسرم بیا بریم. بیا مامان جون. کجا میخواین بریم؟ تو واسه من تعیین تکلیف میکنی؟ میخوام با پسرم برم بیرون. باید از تو اجازه بگیرم؟ راستی، اگه میگی وقتی کار نیست چی کار کنم، میتونی واسه خودت یه کار دیگه پیدا کنی. اینجا رو مرتب کن، مثلا گردگیری کن و این چیزا. ببین دیگه نراننده است ندایه. آره، فقط من و توی. خب برنامه چیه؟ نمیدونم، تو دلت چی میخواد؟ راستش میدونی من اصلا تو رو نمیشناسم، استانبولم نمیشناسم. ما رو با هم آشنا کن. باشه، امیدوارم از آشنایی با ما خوشحال بشی. اگه نمیخوای به این پسر زنگ بزنی خودم زنگ میزنم. باشه، میشه من از حرفی که زدم پشیمون نکنی؟ زنگ بزنم چی بگم؟ تو چرا مثل بچه دبیرستانی ها هی میخوای زنگ بزنی؟ والا تو دبیرستان همیشه قدم اولو پسرا برمیداشتن، ولی نمیدونم چرا این زنها اینطوری عادت کردن، انتظار دارن همه کارا رو ما کنی؟ نه البته. خب تو نمیخواستی بری خونه؟ بعضی ها دیگه از عزادر اومدن. جان خوبی؟ خوبم، خوبم. نیه کتو دیم که امیر بی کزه گرم. منظره ای که شاهزاده کوچولو هیچ وقت ندیده. خانم که آدامس میخری؟ آقا یه دستمال میخری؟ نه عزیزم، چی میشه یه دونه بخر دیگه؟ تو چقدر بامزدی.
اینا مگه نباید الان مدرسه باشن؟ همه که خوش شانس به دنیا نمیان. خانم چی میشه؟ همش یه دونه. یه ضرب المثلی هست. چیه؟ سب کن. فقط یه دونه آقا. آره امروز بیرونیم داریم میگردیم. تا وقتی مطمئن باشیم کسی تعقیبمون نمیکنه مشکلی نداریم. تنها مشکل با این شاهزاده یه کوچولوی لوس. بگیر. این هم مال تو. بهتون زنگ میزنم. آره مال تو. این هم مال تو. بگیرش. آره این هم مال تو. حالا اون چی بود؟ بهت گفتم یه ضرب المثلی هست. آره بعضی از آدم ها خوش شانس به دنیا نمیان، ولی اگه خودشون بخوان میتونن شانس رو به وجود بیارن. پینار، کان، من اومدم. ببینم شما کجایین؟ کان کجاست؟ با مادرش رفتن بگردن. منم فیلم میدیدم. داشتی پیتر پن رو میدیدی؟ آره. پیتر پن قهرمان بچگیای من بود. پس تو هم از اون بچه‌ای بودی که نمیخواستن بزرگ بشن. نپرس. دل میشمده که بابا ایچین چون گرچک چی بیستکتیم؟ به نظرم همه تو وجودشون یک کودکی هست که نمیخواد بزرگ بشه. پس اون وقت پریه پیتر پن چی؟ اونم تو وجود توه؟ جانسو، یه تصمیمی گرفتم. اینو که میدونی زینب خواهرمه. مامانش مرده. بابا من معلوم نیست کجاست. آدرسشو پیدا کردم، یکیو فرستادم. اون توی یه خونه کوچیک زندگی میکنه. تصمیم گرفتم اونو بیارم پیشم. اگه تو مشکلی داشته باشی میتونم برم خونه خودم. لارا حرف بی خود نزن. خب اون بالاخره خواهری تو لارا، رو تخم چشم جا داره. کان پسر عزیزم، خیلی دوستت دارم. کان ببین بهت چی میخوام بگم. تو میخوای دوباره مامان بابات پیش هم زندگی کنن؟ آره. خب پس میخوای که مامانت دوباره برگرده خونه؟ آره. خیلی خوب، پس اون موقع باید به مامانت کمک کنی. فهمید. باشه، تا وقتی خاله پینار تو اون خونه است مامانت نمیتونه به اون خونه برگرده، چون خاله پینار خیلی بده. یادت میاد واسط قصه هانده جادوگر رو تعریف کرده بودم؟ الانم جادوگر بده پیناره. فهمیدی مامان جون؟ آره مامان. خیلی خوب، آفرین مامان جون. آفرین پسرم. خب سوار شد. اول استانبول، الانم قایق. ولی استانبول بدون دریا که لطفی نداره. زود باش. کاپیتان میتونی بری. چه بودم با کشتی سفر می کردیم. خیلی می ترسیدم.
دریا و آسمون که به هم پیوند می‌خوردن خیلی بزرگ به نظر می‌اومدن، انگار می‌خواست آدمو ببله. بعد زود داداشمو بغل می‌کردم، اونم آرومم می‌کرد، میگفت نگران نباش، من پیشتم، چیزیت نمیشه. من یه مادر خوندم دارم، اون داستان کیسکولسی رو برام تعریف می‌کرد. کیسکولسی؟ آره. وقتی کوچیک بودم فکر میکردم اونجا واقعا یه پرنسس زندگی میکنه. همیشه به داداشم میگفتم میخوام اونجا زندگی کنم. انگار میونت با داداشت خیلی خوبه، چون همه خاطراتت با اونه. آره خوبه. وقتی مامانم مرد خیلی کوچیک بودم، بابام همیشه سر کار بود، اونم خیلی بد موقع از دست دادیم. حالا فقط یه داداش دارم و یه مادر خونده که خیلی دوستم دارن. با این همه وابستگی حتما جدایتون خیلی براتون سخت بود. البته که سخت بود، ولی داداشم اینطوری خواست. داداشم من یکم متفاوته، یعنی باطنش یه جوره و ظاهرش یه جوره دیگه است. میخواد خشن به نظر بیاد. خیلی بی‌عدالتی در حقش شده، روزای خیلی سختی رو گذرونده، واسه همین این اتفاق یکم خشنش کرده. در حقش بی‌عدالتی شده؟ تو چقدر به داداشت وابسته ای؟ با اینکه تو رو این همه تحت فشار میذاره. خیلی زیاد. خب ما به غیر از هم کسی دیگه ای رو نداریم، داداشم و مادر خوندم، واسه همین زیاد به هم توجه میکنن. ولی ببین دیگه درکم میکنه، امروز نه راننده هست و نه مادر خوندم. حق با تو، به غیر از ما دیگه کسی نیست. سلام عمر. سلام. اینجا اتاق توه. بد نیست. بازم چند تا وسیله جدید میخری دیگه، مگه نه؟ درسته خونه قبلیم یه خونه کوچیک بود، ولی بالاخره اتاقه یه دختر جوون بود. دست بابام درد نکنه. پس وسایل قدیمیتو میآوردی دیگه؟ مگه اسمش روش نیست؟ اونا قدیمین. تازه تو نمیتونی واسه خواهر جدیدت وسایل جدید بخری؟ لارا ایکون جان آتابه بزرگ. زینب، به غیر از اتاق ما کارهای مهمتر دیگه ای هم داریم که باید انجام بدیم، مثل ثبت نام توی مدرسه. فردا میریم کارهای مدرسه تو حل میکنم، بعدش اتاق تو یه کاریش میکنیم. خیلی خوب، قبوله. بالاخره باید عادت کنم. بالاخره موفق شدم دیگه اینجا. بعدش منم سرمو اینطوری بلند کردم، گفتم به کسایی که از اینترنت یه مشت خاک میخرنم میگن زن. با یه قیافه زنه رو میدیدی، صورتش مثل گچ سفید شده بود. بابات به زنش اینطوری میکرد. چه بیادب، چه بیادب. چی کار میکرد؟ یه بار دیگه بکن. چه بیادب، چه بیادب. آروم. امره، من تو چی؟ من خیلی احمق به نظر میرسم؟ نه، تو خیلی هم عاقلی. امره، من هیچ وقت. تو هیچ وقت چی؟ من هیچ وقت به این سرعت جلو نرفتم. سرعت؟
میدونی که منظورم چیه؟ تازه با هم آشنا شدیم، همه چی سریع داره پیش میره. سریع؟ چی سریعه؟ گونش؟ چرا به صورتم نگاه نمی کنی؟ چون وقتی به تو نگاه می کنم اینطوری میشم. چطوری میشی؟ یعنی دست و پامو گم میکنم. پس ما فرق زیادی با هم نداریم. تو مطمئنی؟ باور کن، من تا حالا پیش هیچ زنی حالیا که پیش تو دارم و نداشتم. پس تو کی هستی؟ من میدونم تو کی هستی. مثل نقش اول تو فیلم ها شجاع مغرور نیستی، ولی خوب خودتو میشناسی. با خودت میگی کدوم دختر میتونه پیش من جلوی خودشو بگیره، ولی اشتباه نمی کنی، لوس هم نیستی، یکم خسته ای. واقعا خیلی دلگرمم میکنی، خیلی. به من اعتماد کن، چون تو هر حسی داشتی منم همون حس رو تجربه کردم. امره بهت اعتماد میکنم، اونم از ته قلبم. ارائه شده توسط وبسایت مووی باس. چه خبر؟ سلامتی بیتو؟ نه، نمیام. قبل از اینکه کان بخوابه باید ببینمش. یه چیزی رو میخواستم بگم. میخوام بدونم این بازی احمقانه رو تا کی میخوای ادامه بدی و به خاطر این بازی دیگه چقدر میخوای ریسک کنی؟ نگران نباش. خب، یعنی نمیخوای چیزی به هم بگی نه؟ باشه. نه بازی و نه ریسک اونقدرم که فکر میکنی طول نمیکشه. کان عزیزم چی میخوای؟ بیا واسم قصه بگم، بیا بخوابی، بیا عزیزم. چی میخوای؟ گریه نکن عزیزم، واسم یه قصه خیلی خوب تعریف میکنم، یه قصه خیلی خوب. گریه نکن کان. چی شده؟ بهونه تو رو میگیره. خب بیا. میخوای با بابا بخوابی؟ آره؟ شب بخیر. عمر یه لحظه صبر کن، الان آشغالا رو میارم. سلام، من عمرم. شب بخیر. اینم که پسر سرای داره. بگیر عمر، خسته نباشی، شب بخیر. خوابش برد. کدوم قصه رو واسش تعریف کردی؟ تو گریه کردی؟ یکم اعصابم خورد شد، ولی الان خوبم. پینار، میدونی کانتو رو خیلی دوست داره؟ معلومه، میدونم. اون هنوز بچه است،
شاید بدون اینکه متوجه بشم کاری کردم که اینطوری بدخلقی میکنه. ما بین خودمون حلش میکنیم تا نگران نباش. در این مورد شک ندارم. Neden öyle dedin? Pınar, senin sabrınla, şefkatinle, inadınla etkileyemeyeceğin biri var mı? Çocukları etkilemek konusunda üstüme yok, evet. Sadece çocukları mı? Mesela içinde bir çocuk olduğuna inanan adamları. Mesela Peter Pan'ı. دخترم سردت نیست؟ گونش جان میگم سردت نیست؟ معلوم هست حواست کجاست؟ ببینم نکنه تب داری؟ ها؟ نه تب ندارم، همون چیزی که در موردش باهات حرف زدم. وقتی بهش فکر میکنم و وقتی پیششم اینطوری میشم. سردم ولی از درون دارم میسوزم. اینجا را امضا کن. اینجا را. حله، مجوزا آماده است. مام هر وقت آماده بشیم میتونیم در بارو باز کنیم. امیر، به نظرم خوب داریم پیش میریم. امیر، برگه هایی که باید امضا کنی و میتونم بیارم اینجا، ولی آدم هایی که باید ببینی و انتخاب کنی و نمیتونم بیارم اینجا، میفهمی؟ نگران نباش، زیاد طول نمیکشه. چی زیاد طول نمیکشه؟ انتقام؟ چونکه بو بینیم عشق هیکایم و من بونو دولو دولو یشیجم. ببین خیلی خوشحالم. چی میشه تو خوشحالیم تو هم شریک باشی؟ تو زندگیم تو تنها سنگ صبورمی که میتونم باش حرف بزنم. چی میشه وانمود کنی تو هم خوشحالی؟ هر بچه‌ای که به دنیا میاد با اولین نفس و اولین جیغ کشیدن یه تجربه جدید پیدا میکنه. اما من به تو و اولین تجربت خیلی شک دارم عزیزم. ببین من خیلی نگرانتم. اصلا روش زندگی کردن رو بلد نیستی. این عشقی که میگی همه چی رو میشه فراموش کرد، ولی اگه از عشق یه ضربه بخوری اون هیچ وقت فراموش نمیشه. میخوای انتقام بگیری؟ میفهمم. شاید این دختر از هیچی خبر نداره. آخره این کار چی میشه امیر؟ کرایون از همه چی خبر داره. چطور میشه خبر نداشته باشه؟ میدونی به هم چی میگه؟ در حق داداشم بی‌عدالتی شده، اینطوری میگه. اون دختر چیزی جزی حباب تو خالی نیست کرای. هرچی هم که باشه باید تقاص کارهای برادرش اون دختره پس بده؟ وقتی بابام جلیه اون حیوان به خودش شلیک کرد تقاص چی رو پس داد؟ هر اتفاقی واسه من افتاده واسه اونم باید بیفته. امیر آخر این بازی چی میشه؟ خواهر دوست داشتنی و کوچولوی یاووس سانجاکدار میفهمه که تحقیر شدن یعنی چی؟ یه قلب شکسته، غرور شکسته.